نماینده فوقالعاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید دلیل تداوم جنگ فیلی در کشور فقر فرهنگی است احمد زیا مسعود روز شنبه در نشستی که زیر نام تحول معرف تحول افغانستان از گفت جنگ تعصبات و خشونت های ارتباط مستقیم با سنت های قبلی دارد و آن را می توان با آوردن اصلاحات در معرف حل کرد وزارت معرف ما سیستم تعلیم تربیم ما به و اصلاحات بسیار عمیق ضرورت داره تا ما که ما آینده ما درخشان بوده باشه و ما واقعا بتانیم شاهد تحولات تغییرات بزرگ در زندگی جمعی ما بوده باشیم. آقای مسعود میگوید چرا افغانستان با وجود این که کمیت وسیع در معارف دارد اما کیفیت ندارد در این حال مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند چهار ده جنگ و ترقی به با یک بارگی سبب تضعیف کیفیت در معارف شده است محمد ابراهیم شینواری موین این وزارت میگوید اگر به آن توجه نشود بحران را به میان خواهد آورد آقا شما ددولسم ټولګي صفارغيږي او سکه درې لکه نفر فارغ شو دوی زیاتره یعنی ډیره لوی فیصدي نه په بازار کې ځانته کار پیدا کولی شي او نو د دوی تک لورو ځلکرو تمون کې ده ضرورت نه دغه بل مشکل دی چې پراتلونکې کې یو لوی ټولنیز بحران به د بیکاره زده کوونکو یا فارغانو او یا تعلیمي افتګانو وي در این حال دانیلو پادیلا معاون اداره یونسکو یا بخش آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید آنان مشترکا با وزارت معارف استراتیژی پنج ساله را برای حل این مشکلات تدوین کرده اند وی میگوید کارهای بیشتر باید انجام شود و ما برای دریافت مشکلات اساسی و اصلاح بیشتر تعلیمات با حکومت همکار هستیم در این حال احمد زیا مسعود نماینده فوق رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید اگر حدود ده میلیون متعلم افغان به گونه اساسی تدریس شوند انقلاب به میان خواهد آمد و کاستی های چندین ساله را جبران خواهند کرد